سلام، من نیکی نجفی هستم، دانشجوی دانشگاه یو بی سی در ونکوور. امروز میخوام در مورد دارویی که انجمن سلامتی کانادا برای بیماران COPD مورد تایید قرار داده به شما صحبت کنم و روش استفادهش رو به شما نشون بدم. دارویی که میخوام در موردش با شما صحبت کنم جنر هستش. این جعبشه، دارو رو از داخل جعبش بیرون بیاریم. هنگامی که دارو رو از جعبش جدا کردین، شما تا 90 روز فرصت دارین که از این دارو استفاده بکنین. این دارویی که من به شما نشون میدم داروی اصلی هستش، بخاطر این رنگاش سبزه. ولی دارویی که من به شما میخوام نشون بدم طریق استفادهشو به این شکل هستش. رنگ درپوش و دگمه فشار دهندش سفید هستش. برای استفاده از دارو، درپوش دهانه رو با فشار دادن این علامت های اشاره که روی درپوش قرار داره جدا بکنین. دارو رو به صورت افقی بگیریم، به صورتی که در دهانه به سمت صورت شما باشه و دگمه فشار دهنده به سمت بالا باشه. با فشار دادن دگمه فشار دهنده تا انتها یه صدای کلیک رو میشنوید. این به شما نشون میده که دوز دارو آماده است و شما میتونین از این اسپری استفاده بکنین. همچنین وقتی که این دگمه رو فشار میدین، رنگ کنترل از قرمز به سبز تغییر میکنه. قبل از اینکه از دارو استفاده بکنین، یه نفس عمیق بکشین، دارو رو از صورت خودتون دور نگه دارین و هنوز توی دارو تنفس نکنین. بعد سر خودتون رو یه ذره به سمت عقب خم بکنین، دارو رو توی دهانتون بذارین، بذارین که از دندون‌هاتون رد بشه و لباتون رو دور دهانه قرص بکنین. وقتی که دارو رو داخل دهانتون گذاشتین، یه نفس عمیق و قوی بکشین، نفس رو نگه دارین، با انگشتانتون تا 10 بشمارین، بعد نفس رو به آرامی بیرون بدین. اگر میتونین از طریق بینیتون نفس رو بیرون بدین. الان انجام دادن این مراحل رو به شما نشون میدم. هنگامی که نفس دارین میکشین، این رنگ کنترل از سبز به قرمز تغییر میکنه و شما یک صدای کلیکی هم میشنوین. اگه صدای کلیک و موقع تنفس نشنیدین، مطمئن بشین که حتما این دگمه فشار دهنده رو تا ته فشار داده بودین، ولی شما صدای کلیک رو نمیشنوین. این به معنی اینه که شما دوز دارو رو دریافت نکردین. برای تمیز کردن دستگاه لازم نیست دستگاه رو با آب بشورین. با یک دستمال خشک میتونین دور دهانه رو تمیز بکنین و درپوش رو روی دهانه قرار بدین تا برای مصرف بعدی آماده باشه. وقتی که یک نوار قرمز روی قسمت شمارشگر دستگاهتون دیدین، این به این معنیه که فقط 10 تا دوز توی دستگاهتون باقی مونده. ولی وقتی که هیچ دوزی توی دستگاه باقی نموند، یعنی صفر شد، این دگمه فشار دهنده قفل میشه و شما دیگه نمیتونین از این دستگاه استفاده بکنین. این به این معنی است که شما باید از یه دستگاه جدید استفاده بکنین. در ضمن به جای انداختن دستگاه تموم شده توی سطل آشغال، دستگاه رو به داروخونه تحویل بدین. امیدوارم که مطالب مورد توجه قرار گرفته باشه. ممنون.